علی حاجی در اولین رابانای قرن جدید. سلام، اینجا راباناس، من علی حاجی هم و ما رسیدیم به اولین اپیزود رابونا در سال 1401 و میخوایم در خصوص قرعه کشی جام جهانی 2022 قطر صحبت کنیم. یه قرعه جذاب و متفاوت، بیش از هر چیزی لذت بخش بودنش برای من اینه که تفاوت داره با سری های پیش. میخوایم در این اپیزود در خصوص قرعه کشی صحبت کنیم، تیم هایی که بهشون خوردیم، از تاکتیک تیم ها صحبت کنیم و از این بگیم که از اون سه تا تیم کدوم تیم بیاد بهتره. این قسمت قرعه کشی جام جهانی. این در سال 1401 خداوکیلی ما رو به دوستای خودتون معرفی بکنید دیگه، و اینکه ما چنل یوتیوب هم داریم، پلیلیست هم مشخصه و این حرفا، و کامنت بذارید برام و به دوستای خودتون معرفی بکنید. دو تا نگرش وجود داره اصلا در قرعه کشی جام جهانی. یه سری هستن که معتقدن که آقا ما یه قرعه کشی به ما بخورد که ما بتوانیم برای اولین بار صعود کنیم به مرحله حذفی جام جهانی. خب یه سری برکات داره، حالا در خصوص برکات و منافعش همیشه صحبت کرد. ولی یک نگرش دیگری وجود دارد. خب ما در بیشتر مواقع در جام جهانی سه بازی انجام میدیم. و چه بهتر که با اون سه بازی رو با بهترین تیم‌های اروپا انجام بدیم که با تمام سلاح و قدرت خودشون میان در این بازی‌ها حاضر میشن. ما اگه بخوایم ما این تیم‌ها بازی دوستانی انجام بدیم، ولی پول زیادی رو باید بپردازیم. و از اون طرف اونها کیفیت همیشگی خودشون رو به نمایش نمیذارن. بخاطر همین یک صحنه آماده‌ای برای ما فراهم شده که میتونیم مقابل بهترین تیم‌هایی که تا حالا بازی نکردیم بازی کنیم. که در این جام جهانی به نظر من اتفاق خوبی افتاد که ما در سید یک به تیمی خوردیم که تیم متفاوتیه و تا حالا باهاش بازی نکردیم و به شدت میتونه برکات و اتفاقهای مثبت در آینده برای ما رقم بزنه. تیم ملی انگلیس همیشه در ذهن‌های ما به یک تیمی مشهور است که یک سری ستاره‌های فوق‌العاده دارد که نمی‌تونه در عرصه ملی بدرخشه. خب این اتفاق یکم عوض شد بعد از اومدن آقای ساوثگیت. اصلا کلاً این فضا تغییر کرد و یک نگرشی وجود داره در مربی‌های ملی و مربی‌هایی که در رقابت‌های حذفی می‌توانند عملکرد خوبی رو به ثمر برسونند. یک اندیشه وجود داره به نام اندیشه عملگرا یا پراگماتیک، و این را آقای ساوثگیت خیلی خوب بلده. آقای سانتوش در پرتغال بلده، واقعا این رو بلده. یعنی ما اگر بخوایم در یک تورنمنت به پیروزی برسیم، لزومی ندارد بهترین تیم اون رقابت باشیم. ما صرفا باید بتونیم در اون بازی یک گل بیشتر از حریفمون بزنیم و پیروز بشیم. این خیلی مهمه، این نیت و نگرش. از زمان حضور آقای ساوثگیت این نگرش کاملا در تیم ملی انگلیس تغییر کرده، خیلی محتاطانه و صرفا برای این پیروزی تیم ملی انگلیس بازی میکنه. خب ما در جام جهانی این رو دیدیم در یورو، به نظرم چند پله تیم ملی انگلیس قدرتمندتر شده بود و خیلی تیم خوبی بود تیم ملی انگلیس در یورو. مشخصا الان در جام جهانی 2022 قطر به نظرم از یورو هم قدرتمندتر خواهد بود، به دلیل اتفاقاتی که این بازیکن‌ها در عرصه باشگاهی خودشون دارن رقم می‌زنن. برای هری کین یک نگاه به بازی این هفته تاتنهام و نیوکاسل بیاندازیم. هری کین دیگه به نظرم شاید داره به بهترین، یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ انگلیس نزدیک میشه. ما در مقابل انگلیس بخوایم بازی کنیم، باید خیلی از گوشه‌ها بترسیم و گوشه‌های خودمون رو قوی بکنیم. بازی تیم ملی انگلیس به شدت مبتنی بر وینگرها و وینگ بک ها هستش. به گل اول لوکشا، تنها گل تیم ملی انگلیس در فینال یورو مقابل ایتالیا نگاه کنیم و چقدر استفاده خوبی دارن از وینگرها و وینگ بک هایی که در این تیم وجود داره. بخاطر همین خیلی مهمه ما بتونیم در دفاع راست و چپ خودمون یک رقابت خوب اولا در تیم ملیمون تشکیل بدیم، ایجاد کنیم و بتونیم بهترین بازیکنمون که اتفاقا بازیکنی هستش که هر هفته داره بازی میکنه و عملکرد خیلی خوبی داره رو بتونیم در اون پست ازش استفاده بکنیم. ما در بازی با کره دیدیم ما یک سون در وینگر چپ بود، تقریبا تا وقتی که شجاع خیزاده در تیم بود عملکرد سون آنچنان عالی نبود. وقتی شجاع خیزاده مصدوم شد به دلیل اینکه ما دفاع راست دعوت نکرده بودیم، حالا به دلایلی، خب ما عملا یه عارف غلامی دفاع چپی رو برداشتیم و فیلم دفاع راست و نفتستون ازش هم انتظار داشته باشیم که بتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه. بخاطر همین خیلی ما ضربه خوردیم از سمت راست تیم ملیمون. تیم ملی آمریکا خب تو تحلیل ها وقتی میخوانیم و میبینیم عملکردشون در انتخابی جام جهانی آمریکای شمالی، یکم باید بر این باور باشیم که در سید دوم اولا اینکه جای آمریکا شاید اونجا نباید باشه. حالا بسیار بحث ها هستش که اصلا انتخابی جام جهانی در
آمریکای شمالی یکم سهمیه زیاد داره، حالا به دلایل دیگری هست که به این اپیزود نمیخوره. خود آمریکا خیلی حالا برازنده سیده دو نیست و به نظر مهمان ناخوانده است و به نظر ما ساده ترین قرعه در سید دوم به ما خورد، با اینکه خب اوروگوئه یک سری ستاره ها داره و بعد از رفتن اسکار تابارس خیلی تغییر کرد، ولی به نظرم آمریکا اون تیمی هستش که ما راحت تر از بقیه سید دو هم تونستیم باش بازی بکنیم. آمریکا ستاره زیاد داره، ما همیشه در تحلیل وقتی نمیخوبیم حال این چیزهایی که رسانه ها در این روزها نوشتن، خب بیشتر به ستاره هایی مثل پولیسیچ، مثل وستون مکنی، مثل تیموتی وا، سرجینیو دز، زک استفان و بازیکن هایی که در تیم های بزرگ اروپایی دارن بازی میکنن، حالا برخیشون ترکیب اصلی هستن مثل مکنی، مثل پولیسیکی که حالا میاد و میره بیشتر در تیم توخل، ولی بقیه بازیکن ها هم دیگه خب در سطح دو اروپا هستن و لیل و آکسبورگ و این تیم ها دارن بازی میکنن. خیلی تیم آنچنان قدرتمندی نیست که ما ازش بترسیم و خیلی اونجوری 98 هم نیست خیلی راحت بتونیم ببریم، البته خیلی راحت ما 98 نبردیمش، ولی میخوام بگم تو تحلیل ها وقتی ما داریم صحبت میکنیم خیلی آمریکا رو دست کم میگیریم، ولی به حال حضور آمریکا یکم گروه رو متفاوت کرد، گروه خیلی بیش از اندازه سیاسی شد و خب این میتونه از یک جنبه به تیم ملی ما کمک کنه، چون ما از لحاظ روحی خیلی نیازمند این گونه اتفاقات هستیم. کیروش اینا رو بلد بود، کیروش عکس مربی کره ای رو تیشرت کرده واسه میرفتش تو رخکم و اینجوری تهییج میکرد بازیکن ها رو، یعنی خیلی از لحاظ روانی بلد بود که چگونه بازیکن ها رو به مرز 100 درصد تواناییشون برسونه. آیا اسکوچیش هم باید این چیزها رو اگه بلد نیست هم در این مدت یاد بگیره و بتونه از لحاظ روحی روانی رو بازیکن های تیم ملی مون کار بکنه. تیم ملی آمریکا هم خب به ما در 8 آذر داریم بازی میکنیم، حماسه ملبون بازی با استرالیا یه یادآوری دیگه میشه، البته ما دو بازی اولمون بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم که اون بازی معنا داشته باشه، یعنی اینجوری نمیشه ما دو تا بازی میبازیم بعد از 8 آذر مثلا این توقع ویژه داشته باشیم، اما کلا با آمریکا بازی کردن یک تهییج رسانه‌ای داره، یک تهییج عمومی در کشور داره به خاطر اتفاقات سیاسی که ما بین ایران و آمریکا وجود داره و این میتونه یک اتفاق خوب برای فوتبال باشه و بتونه از این نظر استفاده بکنه که برای انگیزه عملکرد بهتر و یک اتفاق متفاوت در بازی با ایران و آمریکا رخ بده. به خاطر همین من فکر می‌کنم با توجه به حالا هنوز مشخص نیست تیمی که قرار اضافه بشه، ولز، اوکراین و اسکاتلند، به نظرم آمریکا ساده‌ترین قرعه ما در این گروه خواهد. خود در تیم سوم کدومی که از این سه تا بهتره؟ اوکراین، ولز، اسکاتلند. خب اینا به نظر من در یک سطح هن. خب در یک سطح گفتن خیلی عوامانه است، ولی خیلی اینها با توجه به اتفاقاتی که برای این تیم ها بر پس یورو افتاده به نظرم الان هر کدومشون یک ویژگی های خاصی دارن، ولی خیلی برای ما تفاوت آنچنان از نظر تاکتیکی ندارن. اوکراین در یورو عملکرد خیلی خوبی داشت، بهتر از اون دو تیم دیگر بود، ولی خب در پس یورو بعد از رفتن شفچنکو و بعد از یکم بازیکن‌هاشون کیفیتشون بالا پایین شد و خیلی عملکرد چنانی نداش اوکراین و اینکه اصلا اوکراین شرایطش خیلی به نظر نامشخصه. ما قرار بازی پلی آف در خرداد یا تیر ماه برگزارش که زمانش هنوز مشخص نیست و وضعیت جنگ هم نامعلومه و این احتمال خیلی خیلی کوچیک شاید وجود داشته باشه که اصلا اوکراین نتواند شرایط بازی رو به دست بیاره و اگر هم بیاد جام جهانی به نظرم خیلی ما از اوکراین آنچنان قدرتمندی نمیتونیم انتظار داشته باشیم، خیلی به نظرم اوکراین تیم آنچنانی نخواهد بود و اینکه مقابل اسکاتلند و حتی ولز در محل بعدی خیلی نمیتونه بنظرم عملکرد آنچنانی مگر اینکه اتفاقات خاصی برای بازی با اوکراین بیفته. اسکاتلند تیم محبوب من در یورو بود، خیلی تیم خوبی بودن و اصلا کلا یک سری بازیکن‌هایی دارن که اصلا مسیرشون به رسیدن به یورو خیلی جذاب بود، بازیکن هستن که وینگرهای خیلی خوبی دارن و یک هارمونی خیلی خوبی در تیم به وجود اومده. اسکاتلند در یورو خوب بود، بازی با کرواسیش خیلی بازی هیجانی بود و اون گل فوق‌العاده مودریچ باعث شد حذف بشن. خب به هر حال اسکاتلند در بین اون دو تیم شاید از کیفیت پایین تر به خدا باشه، ولی به نظرم قرعه متفاوتی برای ما خواهد بود. و از طرف دیگر ولز به نظرم خیلی جذابه، من به شخص خیلی دوست دارم ولز بیاد بالا. ولز در رنکینگ بالاتر از ماست، عملا داریم با تیمی قدرتمندتر از خودمون به لحاظ رنکینگ داریم بازی میکنیم، ولی تیمی که یک ابرستاره داره، ابرستاره که در باشگاهی اصلا خوب نیست ولی در زمینه ملی فوق العاده است و گل های شاهکار میزنه، این بازی رو متفاوت میکنه و این تجربه متفاوت رو بازیکن های ما اضافه میکنه و باعث میشه که اتفاقا بازی ما هم متفاوت بشه موقعی که مقابل ولز داریم بازی کنیم. ولز ستاره های خیلی خوبی داره که بزرگترینشون گرت بیل هست، دن جیمز هست، آرون رمزی هستش و بازیکن های دیگری که میتونن یک هارمونی خوبی در تیم ایجاد کنن و به نظرم ولز گزینه اول برای صعود به جام جهانی هست. و این نکته مهمی دارن
تیم‌های بریتانیایی. ما از جام جهانی چی می‌خوایم؟ ما از جام جهانی یک پرزنت کرد، یک جای مناسب برای پرزنت کردن خودمون که در پس پرده اون بعد از اتفاق جام جهانی بتونیم بازیکن‌های خودمون رو به دنیا معرفی کنیم و بازیکن‌های خودمون بتونن در تیم‌های برتر اروپایی بازی بکنن. یعنی برکت جام جهانی برای ما سوای اتفاقات مالی و اقتصادیش اینه که بازیکن‌ها برن به دنیا معرفی بشن و در اروپا بازی کنن. ما سال 2018 تا 2022 خوب بازیکن‌های خوبی رو فرستادیم در اروپا، ولی فرستادیم صرفا اونها بازی آنچنانی نکردن. ما الان یک نگاه کلی به لژیونر هام بندازیم، وضعیت خیلی وضعیت جالبی نیست، با اینکه حالا هی نسل طلایی و نمیدونم هزار تا مثلا صفات خوی عجیب و غریب به این تیم میدیم که دانشون گرم تیم خیلی خوبی هستن، اما این تیم حالا اونچنان هم نیست. یعنی سوای آقای مهدی طارمی که واقعا شناسنامه تیم ملی الان ماست و دمش گرم و داره میدرخشه در پورتو و همین جوری بدرخشه و پیشرفت کنه، و آقای آزمون که خب به اتفاقاتی افتاده، زنیت اومد بیرون در پنجره زمستونی، اومد در لورکوزن لیگ جدید در یک تیم متفاوت و خب با بازیکن‌های متفاوت هنوز نتونسته اونقدر خودش رو بقبولونه به ترکیب و در دقایقی در زمین بوده چند تا موقعیت خوب هم از دست داده و این باعث میشه که ذهنیتش کاملا متفاوت بشه. سوای این دو نفر بخیه بازیکن ما واقعا شرط آنچنانی ندارن. علی قلی‌زاده در شالوا خیلی خوب بود ولی الان یک نیمکردشین بدل شده. علیرضا جهانبخش در برایتون خیلی بد بود، یک انتخاب خوب کرد، برگشت به هلند، در ابتدا در انتخابی لیگ کنفرانس برای فاینال خیلی خوب بازی کرد، خیلی عملکرد مثبتی داشت، ولی گل نمیزد. خیلی در اندیشه مربیش، با اینکه مربیش مربی آلکمار بود و ارتباط خیلی خوبی داشت، ولی خب اون هم نتونست عملکرد ویژه‌ای به ثبت برسه. خب الانم به یک نیمکردشین بدل شده که دقیقه 80 به بعد میاد تو، ولی خب تو اون چند دقیقه که وارد بازی میشه واسه عملکرد قابل قبولی میرسونه، ولی نه جهانبخشی که کاپیتان تیم ملی ماست. یعنی من انتظار داریم جهانبخش همون بازی که در آلکمار میکرد و همون آمادگی که داشت اینجا در فاینال داشته باشه. و بقیه بازیکن‌ها، ما سه تا بازیکن آیک داریم، خیلیاشون هم انصاری فرد و هم هایصفی بیشتر اوقات نیمکردشین هستن. هایصفی میاد، انصاری فرد مدت هاست که بازی نکرده، و میلاد محمدی هستش که با اینکه حالا در ترکیب آیک هست ولی در تیم ملی ما خیلی نقش آنچنانی نداره. صادق محرمی که بالا چه بخوایم چه نخوایم دفاع راست تیم ملی مونه، قطع به یقین در دینامو زاگرب واقعا چندین سال بازی نمیکنه و این خیلی حرف بزرگیه. و ما از دفاع راستای کشورمون حالا دفاع راست آنچنانی مهدی مهدوی چا نداریم، ولی خب ما دفاع راست خوبی در کشورمون داریم و اومدن اونها میتونه یک رقابتی ایجاد بشه و اصلا کلا فاز دفاع راست عوض بشه و خیلی مهمه برامون دفاع راست. به خاطر همین ما تک تک ستاره هایی هم که فرستادیم به اروپا نگاه کنیم ببینیم خیلی آنچنانی نشد. برای همین بازی مقابل انگلیس برای ما خیلی های اهمیته. چرا؟ رسانه انگلیس اصلا معروفه اینقدر بولد و رسانه‌ای میکنه که همه چیز رو یهو اورریتد میکنه. ما یک سری بازیکن هایی که آنچنانی هم نیستن یا قیمتشون چندین برابر میشه، اتفاقا میتونیم از این اتفاق به نحوه احسن استفاده بکنیم. خیلی مهمه برای ما اینکه ما یک بازی خوب در سیه آبا مقابل انگلیس داشته باشیم. هر عملکرد ما خیلی برد رسانه‌ایش بیشتره و چندین برابر میشه به دلیل حضور رسانه‌های انگلیسی و خیلی مهمه. بعد ما میتونیم به فال نیک بگیریم بازی مقابل انگلیس رو. یه عملکرد مثبت برای ما چندین برابر منفعت داره نسبت به تیمی مثل فرانسه یا بلژیک، برزیل بخوایم بازی کنیم. رسانه انگلیس داره حرف میزنه و اگر ولز یا اسکاتلند یا مشخصا ولز بیاد، اون بازی هم برای ما یک برد رسانه‌ای دیگه داره و عملکرد بازیکن‌های ما میتونه یک آینده روشن‌تری رو در ادامه جام جهانی برای ما رقم بزنه. حالا نمیشه اسکاتلند بیاد آسون‌تر باشه، بریتانیا هم باشه، برد رسانه‌ای هم داشته باشه. آره، ولی خب ولز به نظرم خیلی جذاب‌تره. ما مقابل ابر ستاره بازی می‌کنیم و مقابل تیم قدرتمندتری بازی می‌کنیم و این برای ما بهتره. ما هیچ وقت با تیم گرید 2 اروپا، گرید 3 اروپا بازی نکردیم. ما با بوسنی بازی کردیم ولی بوسنی در شرایطی بازی کردیم که عملاً صعودش منتفی شده بود و خیلی راحت بود. لوسو بازی هم 3-1 باختیم، ولی میخوام بگم که تفاوت داره. ما از این همه سالی که ما از مثلا 2006 98 ما با یوگسلاوی آلمان بودیم، جفتیم تیم‌های آنچنانی نبودن، بعد دیگه نسل عوض شد. بعد 2006 ما پرتغال بازی کردیم که چهارم به دنیا شد. بعد اومدیم 2014 با بوسنی بازی کردیم که میگم بازی آخرمون بود. ما ترتیب بازیامون هم به نظر خیلی متفاوت و جالبه. ما در دو جام جهانی قبل برامون خیلی اتفاق بزرگی رخ داد که ما اولا با سید 4 بازی کردیم. اینو ما باید دقت کنیم بهش. با سید 4 بازی کردن یعنی که شما یک تساوی میگرفتی و بازی با مراکش که اصلا روند بازی تساوی بود. ما والا به اتفاق و شانس و همه اتفاقات تونستیم بازی رو ببریم. ما با سید 4 بازی کردیم ولی الان ما سید 1 بازی داریم. این خیلی فرق میکنه. یعنی تفاوت داده به قرعه ما. ما با سید 1 بازی داریم، بعد با سید 4 بازی داریم که امکان داره سید 2 باشه. یعنی تیم ملی ولز
عملا در سید دو قرار داره و بعدش با آمریکا. به نظرم خیلی قرعه متفاوتی برای ماست. قرعه آنچنان سخت نیست، آنچنان ساده هم نیستش که همه دارن از سعود و رویای سعود و این حرفا صحبت میکنن. به نظرم خیلی کار پوچ و غیر حرفه‌ایه که دارن انجام میدن. الان در خصوص سعود صحبت کردن به نظرم خیلی احمقانه است. این تیم ها همشون، انگلیس سالها داره زحمت میکشه که بتونه جام رو به خونه برگردونه بعد از 66 تاله جامی نگرفته و خیلی موفق هم بوده در این سالها. یعنی بعد از 2016 حذفش از یورو کاملا فوق العاده بود این انگلیس، و بعدش اون تیم هایی که حالا از ولز و اسکاتلند اینها بخوان اضافه شن و تیم ملی آمریکا که کاملا متفاوت با 98. یا ما میخواهیم با این مربی ادامه بدهیم یا نمیخواهیم. این تکلیف باید هر چه سریعتر نهاد مشخص کنه، نهاد بالا سر مشخص بکنه یا میخواهیم یا نمیخواهیم. اگر نمیخواهیم خب مشخصا بریم به مربی های واقعی که الان در سطح اروپا هستن و بتونن مربی تیم ملی باشن. ما هر کی گزینه‌های عجیب و غریب میگیم که باشگاهی دارن چیز میکنن، بعد توقع داریم اینا بیان در 8 ماه در تیم ملی یک شاهکار رقم بزنن. خب غلطه. چرا کیروش نه؟ چی میگین؟ میگن که قضا که تمومه باید از سر میز پاشو. به نظر خیلی دیگه رابطه ما با کیروش یک 9 سال درخشان و جالب داشته و خاطرات خوب ساختیم، ولی خب دیگه به نظرم کیروش مربی بزرگی است، ولی بعیده کیروش خودش برگرده و بعیده که ما هم بخوایم که کیروش برگرده. وقتی ما ببینیم چه گزینه‌ای هست، گزینه معقولی باشه. محمد مایلی کوهن. یه گزینه معقولی باشه و اینکه ما شرایط رو دیگه تموم کنیم. یا ایشون میمونه یا ایشون نمیمونه. اگر نمیمونه خب، اگر میمونه دیگه همه حواشی از بین بره و کاملا متمرکز بشه تیم ملی برای اینکه بخواد یک عملکرد خوب رو داشته باشه و بازیکنان ما بتونن عملکرد خوبی رو در زمین باشگاهی داشته باشن. خیلی هاشون نیم کرده شینن و خیلی مهمه در این چند ماه و 8 ماهی که فاصله مونده تا جام جهانی بتونن به ترکیب اصلی تیمشون برسن و بتونن بهترین عملکردشون برسونن و بتونن به اوج آمادگی خودشون برسونن. به نظر مهمترین چیز برای ما الان اون کیفیت بازیکن است. اینجا راباناست. ما تو رابانا از قصه های فوتبالی صحبت میکنیم. برای ما بگید که آیا این قرعه کشی خوبی بود و اینکه ما میتونیم صعود بکنیم به مرحله بعدی جام جهانی. مرسی. اصلا نباشه. سلامت باش. دلست پاشو. خیلی سخته ایستادن نه؟ آره. چرا؟ یه پروانی رشت. آره. خیلی عجیبه اینجا. چون بار دومه داری میگی؟ نه خوبه. به نظرم خوب بود. اصلا دمت گرم.